پر از آقای جعفری. از اول نشست من همینطور نگران بودم، نمیخواستم این نگرانیمو منعکس کنم. آقای دکتر انوری امروز ساعت 11 تو دفتر فرهنگ سخن حالشون بد میشه و خوشبختانه الان خبر دادن که گرمازدگی بوده و رفع نگرانی شده است و من خب این خبر خوش رو بهتون میدم که ساعت 11 صبح خیلی حالشون شدید بد میشه، میبرنشون و الان رفع نگرانی شد. حضور فرزندان زنده یاد دکتر معین، خانم دکتر مهدخت معین، دکتر پیروز معین و آقای کارمین صراف در جمع ما خیلی محترم هست. من فکر میکنم در این پایان بخش برنامه امشب ما از سرکار خانم دکتر مهدخت معین خواهش کنیم که بیان و با دوستداران دکتر معین صحبت کنند. خانم دکتر معین خواهش میکنم. به نام آنکه جان را فکرت آموخت. با سلام به سروران گرامی، استادان ارجمند و حضار عزیز، سخنان جناب جعفری و فیلم آقای مشیری شدیداً منو متاثر کرد. معذرت میخوام اگر که در صحبتم لکنتی یا لغزشی باشه. تشکر میکنم از آقای جعفری که زنده کردن خاطرات زمان چاپ فرهنگ معینو. واقعا ایشون زحمات خیلی شگرف و شگفتی متحمل شدن و من امروز ندیدم از ناشران تحمل چنین زحماتی و بعد واقعا ایثار و از خودگذشتگی و همه نوع فداکاری برای اینکه فرهنگ مملکت پیشرفت کنه کمتر میبینیم، یا شاید من ندیدم. به هر حال قدردانی میکنم از زحمات ایشون و این حادثه مهم ایجاد فرهنگ معین دقیقا توسط ایشون اتفاق افتاد و پدرم به ایشون بی نهایت احترام میذاشت و خیلی علاقه داشت و بعدها هم ما در مورد چاپ فرهنگ معین هیچ اشکالی، اختلافی، مسئله‌ای با ایشون نداشتیم. باز هم تشکر میکنم و سلامتی و طول عمرشون رو مسئلت میکنم. در مورد فیلم آقای مشیری یک توضیح کوتاهی میدم. آقای مشیری کارگردان فیلم اینجا تشریف دارن. این فیلم که به صورت مستند ساخته شده، اونطور که من یادم، البته ایشون میتونن تصحیح کنن اگر من اشتباه میکنم، برنده بهترین کارگردانی شد زمانی که در تلویزیون نمایش داده شد، برنده بهترین گویندگی شد و بعد در جشنواره رشد نمایش داده شد و جایزه گرفت. چند مجله فیلم و سینما تقریض‌هایی نوشتن. فیلم بسیار جالبی ساخته شده. منزل معین العلماء در رشت فیلم برداری شده در حالتی که دیگه در تملک کسی دیگری بود. بعد تصاویری که گذاشتن، قسمت هایی که از آقای مرحوم دکتر محمد جعفر محجوب پخش شد، قسمتی بود آقای مرحوم دکتر حسن مینوچهر که پخش نشد و آقای دکتر شهیدی هم در اون فیلم بودن، اون قسمت هم پخش نشد، ولی مجموعاً به هر حال فیلم ماندنی و بسیار خوبی
تهیه شد. آقای مشیری غیر از فیلم آقای دکتر شهیدی در برنامه‌شون هست که فیلمی درباره مرحوم استاد محمد علی امیر جاهد پدر بزرگ مادری من بسازن و روی اون هم مشغول کار هستن. یک چند بیتی از دکتر معین میخونم. ای دل عشاق را تو سوخته، ای تو ما را عاشقی آموخته، تو عروسان چمن پرورده ای، در دل بلبل تو عشق آورده ای، بلبل اندر گل رخ زیبات دید، گل ز دست عشق تو جامه درید، ناله مرغ سحر از بحر چیست، راز گوید محرم آن راز کیست، با تو میگوید منم دل سوخته، از دبستان تو عشق آموخته، شمس گوید من ز تو نور افکنم، ماه گوید من ز تو سیمین تنم، غنچه بگشاید که من زیبای تو، خود نماید گل که من رعنای تو، هم به تعظیم تو ریزد آبشار، هم به تکریم تو خیزد کوهسار. گریه ابر بهاری از چه بود؟ برق از چه لب بخنده برگشود؟ گریه بخشیدی بدان خنده بدین، آفرین بر شاهکارت آفرین. این چند بیتی بود در راز و نیاز با خداوند که در آغاز منظومه ستاره ناهید یا داستان خرداد و امرداد یا هاروت و ماروت که نخستین کتابی بود که دکتر معین منتشر کرد بر وزن مثنوی، این داستان رو به شعر سرودن در 1316 چاپ شده. من فکر میکنم که برگزاری این گونه مراسم یکی از مهمترین تأثیراتی که داره تشویق جوانان هست، به خصوص به مطالعه و تحقیق. کاش میشد که بررسی بشه که چطور میتوان دکتر معین های آینده رو پروراند. یک سوالی که مطرح میشه اینه که آیا عالم بودن کافی هست برای دکتر معین شدن؟ خود من فکر میکنم که خصوصیات اخلاقی و شخصیتی دکتر معین اول مهم هست و مهم بود و بعد مسائل علمی، یا به هر حال هر دوی اینها باید مورد توجه و دقت قرار بگیره. کسانی که در دکتر معین تأثیر داشتند و دکتر معین با اونها ارتباط بسیار نزدیک داشت، اول جدشون بود، مرحوم معین العلماء که الان عموی من آقای مهندس علی معین مکرر خاطراتشون رو تعریف میکنن از نقش تربیتی مرحوم معین العلماء که چگونه روش به خصوصی داشت و بچه ها رو هم از طرفی به مطالعه عادت میداد، کتابخانه ای داشتن و خودشون اهل مطالعه بودن، و بعد در مورد رفتار و گفتار و حرکات و شخصیت اونها چقدر مؤثر بودن.